همونطور که درد یک امر غیر طبیعی هست در بدن، غم هم در وجود انسان یک امر غیر طبیعی است. الحزن یذیب الجسد، مریضی میاره برای بدن و بعد بدن رو ذوب میکنه. هی میری دکتر عکس میده، آزمایش میگیره، اسکن میکنه، هیچی نیست. مریضی ها نوعا انواع سرطان ها، انواع مریضی ها، نوعا مال هرس و جوش. بابا این یه روح مریض داره، یه روحی داره که دائما گداست، دائما تشنه است، دائما احساس بدبختی و کمبود داره. آرامش داشته باشی، سرطان هم بگیری میذاره میره. این ده ها مریضی که بگیری باز میبینی سر پاس. این اگر سختری مریضی ها رو بگیره، چون روح قویه کامل میتونه جواب بده، رد میکنه. ده ها بار سکته به این حمله میکنه، پیام های سکته دار، حادثه های سکته دار، این رد میکنه میره، هیچ طورش هم نمیشه. ولی یه آدمی که نمیشناسه خودشو، با کمترین مریضی ها مدت ها تو رخت خواب میفته، مدت ها بی‌حس، بی‌حوصله است، مدت ها گرفتار مریضی ها و بیمارستان هاست. این روحش مشکل داره، لذا میده از یه مشکل کم جسمی یه فشار وحشتناک به این آدم میاد، چون روحش آروم نیست، آشتی نکرده با خودش، با خلقت، جهان بینیش درست نیست، نمیدونه داستان خلقت چیه، خودشو پیدا نکرده. این هنوز شادیهاش و آرامشهاش با چیزای بیرون از خودشه. دو روز بخواد بمونه تو خونه افسرده میشه، چون خود زیبایی نداره که ازش لذت ببره، یه خود قدرتمند نداره که یه ماه رفت مرخصی بتونه از خودش لذت ببره، کیف بکنه. یه دفعه بینه قلبش از کار افتاد، جسمش از کار افتاد، دست و پاش از کار افتاد، چون شخصیتاً ضعیفه. اولین ضرر غم به کجا وارد میشه؟ جسم، بعدم خود چی؟ خود روح. این پس منو خودش چی نداره، هر چی داره مال چیه؟ مال بیرون از خودشه. ثروت من نیست، اینو بخوام که نمیتونم تو قبر ببرم. که جنین هر چی تهیه میکنه که خودشه، به خودش اضافه میکنه و خودش هم میبردش با خودش دنیا. ثروت تو برای ابدیت و برای حفظ شادی و آرامش در دنیا روح توست. یعنی یه ثروت ذاتی و شخصیتیه، نه یه ثروت بیرونی. با ثروت درونی، با ثروت ذاتی که انسان آرامش داره و شادی داره. راحت القلب و البدن، هم قلب آدم راحت میشه، هم بدن آدم راحت میشه.